مرحله گروهی جام جهانی 2022 تموم شد و تیم‌های صعود کننده و حذف شده از گروه‌ها مشخص شدند. امروز با هم یه بررسی و مروری از گروه‌های A تا H داریم و بعد از اون به دیدارهای مرحله 1/8 نهایی می‌پردازیم. در گروه A تیم‌های قطر میزبان، اکوادور، سنگال و هلند قرار داشتند. لاله‌های نارنجی به عنوان صدرنشین با 2 برد و 1 تساوی و 7 امتیاز به دور بعد صعود کردند. دیگر تیم صعود کننده این گروه سنگال بود که با شوک مصونیت و نبودن سادیو مانه وارد جام شد، اما تونست با ارائه یک نمایش خوب با 2 برد مقابل قطر و اکوادور و 1 شکست مقابل هلند به عنوان تیم دوم صعود کنه. اکوادور شگفتی ساز که عملکرد خیلی خوب و امیدوار کننده ای ارائه داد، جام رو با شکستی تلخ مقابل سنگال تموم کرد تا برد اونها مقابل قطر و تساوی ارزشمند مقابل هلند بی نتیجه بمونه و با 4 امتیاز سوم بشن. در رده 4 این گروه هم قطر میزبان قرار گرفت که با 3 شکست و نمایش ضعیف مقابل هواداران خودی در اولین جام جهانی تاریخ خودش حذف شد. در گروه B و شاید مهمترین گروه برای ما، انگلیس، آمریکا، ایران و ولز هم گروه شدند. انگلیس با نمایشی مقتدرانه با 2 برد مقابل ایران و ولز و تساوی ارزشمند مقابل آمریکا با 9 گل زده و تنها 2 گل خورده به عنوان تیم اول صعود کرد. آمریکای پرستاره با فرمول نباختن و گل نخوردن تونست با 2 تساوی فوق‌العاده مهم و برد در بازی آخر با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کنه. اما تیم ملی ایران جام رو با حواشی مختلف سیاسی آغاز کرد و هزینه این اتفاقات رو هم در همون بازی اول با شکست سنگین 6 گله مقابل انگلیس پرداخت. در حالی که شاید خیلی ها منتظر یک عملکرد بد دیگه از شاگردان کارلوس کیروش بودن، اما ایران در بازی ولز با نمایشی مقتدرانه و برتر هجومی تونست بهترین برد تاریخ خودش رو در جام جهانی با گل‌های روزبه چشمی و رامین رضاییان به دست بیاره. ایرانی که تازه امیدوار شده بود در بازی آخر با بدنهای تحلیل رفته و ناآماده به مساف آمریکای آماده رفت و در اون بازی هم با تکل پرشیچ بازنده از بازی خارج شد تا با 3 امتیاز سوم شه. تیم 4 این گروه هم ولز با گرت بیل و دوستان فقط تونست 1 تساوی مقابل آمریکا بگیره و با 2 شکست دیگر و 1 امتیاز 4 شد. در گروه C این جام آرژانتین، عربستان، مکزیک و لهستان 4 تیم این گروه را تشکیل دادند. صدرنشین این گروه با غافلگیری کار را آغاز کرد. آرژانتین در بازی اول با کامبکی که از عربستان خورد 2-1 بازی را واگذار کرد تا بعد از 4 سال و 36 بازی طعم شکست رو بچشه. اما اونها در 2 بازی بعدی خودشون با نمایش خوب و مطمئن تونستن لهستان و مکزیک رو ببرن و به عنوان تیم اول صعود کنن. لهستان با حضور لواندوفسکی جام رو با تساوی و از دست دادن پنالتی مقابل مکزیک شروع کرد. با بردی خوب مقابل عربستان ادامه داد و باخت 2-0 مقابل آرژانتین اونها رو به دلیل تفاضل گل بیشتر نسبت به مکزیک حذف نکرد. تیم سوم این گروه مکزیکی بود که نتونسته بود خوب رقابت‌ها را آغاز کنه و تساوی مقابل لهستان و باخت با آرژانتین با توجه به عملکرد خوب عربستان امیدهای اونها رو برای صعود کمرنگ کرد و برتری 2-1 اونها مقابل عربستان با توجه به تفاضل گل کمتر نتونست اونها رو به جمع صعود کننده ها اضافه کنه. تیم 4 این گروه عربستان بود که شروعی طوفانی و رویایی برای خود در مقابل آرژانتین ساخت، اما اونها که انگار با برد مقابل عربستان ارضا شده بودند نتونست عملکرد خیلی خوبی مقابل لهستان و مکزیک ارائه کنند و با 3 امتیاز حذف شدند. انگار عربستان فقط معمول شده بود که روند 36 بازی بدون شکست آرژانتین رو بشکنه. در گروه دی این جام فرانسه، دانمارک، استرالیا و تونس 4 تیم این گروه را تشکیل دادند. مدعی اصلی جام این تورنمنت رو پرقدرت آغاز کرد و تونست با نتیجه 4-1 استرالیا رو شکست بده. در همین شب هم اولیویه ژیرو رکورد گلزنی تیری آنری رو هم شکست. فرانسه در بازی بعدی دانمارک رو هم در 1 بازی سخت برد و صعودش قطعی شد و در بازی تشریفاتی آخر مقابل تونس 1-0 شکست خورد و در نهایت به عنوان سردنشین راهی مرحله بعد شد. در رده دوم این گروه هم استرالیا ایستاد. اونها با شکست جام را آغاز کردند، ولی با 2-1 مقابل دانمارک و تونس در کمال شایستگی به عنوان تیم دوم به دور بعد صعود کردند. تونس هم با برتری که در بازی آخر با گل وهبی الخضری مقابل فرانسه داشت و همچنین تساوی مقابل دانمارک در رده سوم با 4 امتیاز ایستاد.
طبیعتاً تیم چهارم این گروه هم دانمارک بود که با ستاره های مثل کاسپر اشمایکل، کریستیان اریکسن و کریستنسن نتونستن بردی رو کسب کنن و با همون یک امتیازی که در بازی تونس کسب کردن از این تورنمنت خداحافظی کردن. گروه ای با آلمان، اسپانیا، ژاپن و کاستاریکا گروه مرگ رو تشکیل داده بودند و شگفتی در همین گروه رقم خورد. صدرنشین این گروه در نهایت شگفتی ژاپن شد، تیمی که آلمان و اسپانیا رو در کمال شایستگی شکست داد و در حالی از کاستاریکا شکست خورد که آلمان و اسپانیا تونستن این تیم رو ببرن. ژاپن بالاتر از اسپانیا و آلمان به عنوان صدرنشین گروه لقب گرفت. اسپانیا در حالی در رده دوم قرار گرفت که شروعی طوفانی با برد 7 گل مقابل کاستاریکا داشت. در ادامه مقابل آلمان به تساوی رسید و در بازی آخر هم از ژاپن شکست خورد. قهرمان سال 2014 جهان هم برای دومین بار متوالی از مرحله گروهی جام جهانی نتونه صعود کنه و با باخت مقابل ژاپن و تساوی مقابل اسپانیا به برد پرگل مقابل کاستاریکا رسید، اما این برد مثل زهر براشون تلخ شد. کاستاریکا هم در رده چهارم قرار گرفت و با دو شکست پرگل مقابل اسپانیا، آلمان و برد ژاپن با 3 امتیاز در گروه مرگ آخر شد. گروه F هم بلژیک، کرواسی، مراکش و کانادا تشکیل داده بودند. یکی از عجیبترین نتایج در گروه F رقم خورد. مراکش با 2 برد مقابل بلژیک و کانادا و تساوی ارزشمند مقابل کرواسی بالاتر از نایب قهرمان و رده سوم جهان در سال 2018 به عنوان صدرنشین صعود کرد. لوکا مودریچ دوستان در اقتصادی ترین شکل ممکن با 2 تساوی مقابل بلژیک و مراکش و برد 3-1 مقابل کانادا اونها رو به عنوان تیم دوم به مرحله حذفی جام جهانی رسوند. و اما به گفته خیلی ها این بازیکنان نسل طلایی بلژیک بودند. در حالی این لقب به اونها داده شد که حتی یک افتخار تیمی هم نتونستن کسب کنن. حواشی و دعواهای مختلف درون تیمی و عدم اتحاد تیمی به همراه از دست دادن 3 دروازه خالی توسط لوکاکو در بازی مقابل کرواسی باعث شد که بلژیک با برد مقابل کانادا، تساوی مقابل کرواسی و با باخت مقابل مراکش از جام ودا کنه. کانادا هم در اولین تجربه جام جهانی خودش با 3 شکست مقتدرانه در این گروه چهارم و آخر شد. گروه جی، برزیل، صربستان، کامرون و سوئیس. این گروه بدون هیچ شگفتی نتایجش رقم خورد. صدرنشین گروه سلساو شد که با 2 برد مقابل سوئیس و صربستان صعود خودش رو قطعی کرد و با ترکیب دوم خودش پا به بازی مقابل کامرون گذاشت. با گل دقیقه 92 ابوبکر شکست خورد و در رده دوم گروه جی هم سوئیس قرار گرفت. سوئیسی ها با برد مقابل صربستان و کامرون تونستن با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه صعود کنند. کامرون تیم سوم گروه شد و با 1 برد، 1 مساوی و 1 شکست میشه گفت عملکرد آبرومندانه ای رو از خودش به جا گذاشت. نکته شاید عجیب این گروه هم حذف صربستان پرستاره از جام با فقط و فقط 1 امتیازی که از کامرون تونستن بگیرن بود و در نهایت در رده چهارم قرار گرفتن. گروه H، پرتغال، کره جنوبی، اوروگوئه و غنا. در این گروه یاران کریستیانو رونالدو شروع خیلی خوبی داشتن و در 2 بازی اولشون مقابل غنا و اوروگوئه به برتری دست پیدا کردن و صعود خودشون رو به عنوان تیم اول قطعی کردن. اما در بازی آخر مقابل کره جنوبی که به نوعی برای اونها بازی تشریفاتی بود، با اینکه ابتدا به گل رسیده بودن اما در دقیقه 92 بازی با گلی که دریافت کردن این بازی رو به کره واگذار کردن تا چشبادومی ها با این برد و تساوی ارزشمندی که مقابل اوروگوئه کسب کرده بودن به عنوان تیم دوم صعود کنن و باختشون مقابل غنا مانعی براشون ایجاد نکنه. در رده سوم هم لوئیس سوارز و اوروگوئه قرار گرفتن که با وجود برتری 2-0 مقابل غنا در بازی آخر اما به دلیل گل زده کمتر نسبت به کره حذف شدند و به مرحله حذفی جام جهانی راه پیدا نکردند. غنا هم با پیروزی مقابل کره و 2 باخت که به دیگر رقیبان داشت با 3 امتیاز در رده چهارم این گروه قرار گرفت. با توجه به تیم‌های صعود کننده و چارت مسابقات مرحله 1/8 نهایی بین تیم‌های صعود کننده به این ترتیب برگزار میشه.
شنبه ساعت 6 و نیم عصر هلند آمریکا، همون روز 10 و نیم شب آرژانتین استرالیا، یک شنبه 6 و نیم عصر فرانسه لهستان، همون یک شنبه ساعت 10 و نیم انگلیس و سنگال، دوشنبه ساعت 6 و نیم عصر ژاپن کرواسی، همون روز 10 و نیم شب برزیل کره جنوبی، و سه شنبه ساعت 6 و نیم عصر مراکش و اسپانیا، و همون روز 10 و نیم آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی بین پرتغال و سوئیس برگزار میشه. تا اینجای کار واقعا جام جهانی هیجان انگیز رو شاهد بودیم. امیدواریم که تا آخر این جام همینطور هیجان و شگفتی ادامه داشته باشه. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودید. با لایک، کامنت، شیر و سابسکرایب میتونید از ما حمایت کنید و اگر خلاصه بازی‌های جام جهانی رو می‌خواید از دست ندید، لطف کنید و حتماً کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون از نگاه زیباتون که تا آخر ویدیو همراه ما بود. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان و آرزوی بهترین‌ها رو براتون دارم.